شلاق. شلاق چیز بدی است. خوردی؟ نه شلاق نخورد. میدونی که شایعه شد که شما؟ آره شنیدم که منو شلاق زدم. چه خوب شدی ازت پرسیدم، یعنی تو اونجا که داشتی صحبت میکردی یه خود رو دروسی کردی. آخه در میدونی در خارج یه جوری شده که شاید بتونم بگم دشمنای ایران یه جوری ایران رو پروموت کردن که همه فکر می‌کنن در ایران تو سر کوچه هر کوچه‌ای دارن مردم رو با شلاق می‌زنن و نمی‌دونم بگیر بگیر و تنوعی دار هست و مخصوصا تو آمریکا. این کار زیر سر اسرائیلیاس فکر کنم. بعد در نتیجه من که اومده بودم ایران اینجوری گفتن که وای دوستای من چند تاشون به من زنگ زدن که شروع کرد گریه کردن قیصر چی کار می‌کنی؟ گفتم آقا من نشستم تو خونه حالم خیلی خوبه، چه اتفاقی هم نیفتاده، اتفاقا کسی هم با من بد رفتاری نکرده همچنان که. پس این قضیه رو کلا تکذیب می‌کنی؟ آره بابا اصلا با من خوش رفتاری کردن. اتفاقا میگم کاری که مثلا من کاری رو که مثلا 50 نفر جلوم بودن منو از صف گذاشتن نفر اول، یعنی کارمو جلو انداختن. یعنی محبت هم بهم کردن. علی کریمی بخشش داره. انرژی هسته‌ای؟ والا انرژی هسته‌ای هم یه مسئله بودش که بستن به یعنی خواستن آتو بگیرن از ایران که بهمون فشار بیارن که تا یه حدی هم این آتو رو گرفتن ازمون. این از قدیم هم این بوده، این کشورهای خارجی اروپایی آمریکایی زمان مصدق هم همین کارا رو ما کردن، تحریم گذاشتن رو ما. ولی ایران باید قوی شه دیگه، تا موقعی که قویه هیچ کسی کاری نمیتونه باشه. علی فکر کنیم ما قویم؟ به اندازه خودمون قوی هستیم. بله اینقدر هستیم که هیچ کس جرأت نداره فعلا که جرأت نداره حریممون بشه. شما فکر می‌کنید مثلا آمریکا جرأت داشت نمی‌زد ایرانو؟ چرا خب جرأت نداره که نمی‌زنه دیگه. و این به نظر من برای هر ایرانی خوبه، عالی کننده است، افتخاره. من که خوشحالم، همین که پدر و مادر و خانواده‌ام اونجا امنیت دارن این خودش به دنیا می‌ارزه. بعد یه داستانی هم ما داشتیم، یه ماجرایی داشتیم راجع به هموطنای گلمون، هموطنای خوبمون که الان به عنوان مدافعان حرم دارن از مملکتمون دفاع میکنن. اینا تو جریانی میدونی؟ بله. خب اونا رو چطور میبینی؟ اونا هم دارن از مملکتمون دفاع میکنن دیگه. تعقیب میکنی این ماجرا رو؟ تعقیب که میدونم که ما مرزامون رو ازش کی دفاع میکنه. بعضی به من میگن آقا چرا ما در سوریه داریم میجنگیم؟ من میگم ناپلئون یه حرف قشنگی داره، میگه هیچ موقع توی اتاق خوابت نجنگ. شما مطمئن باش سوریه رو اگه بزنن بعدش نوبت ایران میشه. بالاخره باید ما باید هم پیمانای خودمون رو داشته باشیم دیگه. بزرگترین آرزو چیه قیصر؟ بزرگترین آرزو اینه که تن سالم داشته باشم تا جایی که زنده هستم. هیچ موقع محتاج نامرد نشم و مردم من دوست داشته باشه. مردم دوستت دارن؟ بیشتر دوستم. تنتم سالم باشه. محتاج نامرد شدی؟ نشدم. نه انشالله که هیچ وقت نشم. خیلی مواظبم که نشم. انشالله که هیچ وقت نشم. بعد توی صحبتات یه کلمه گرفتم، اینو جایگزینی کرد کلمه‌های خودم کردم، امام رضا. آخه امام رضا که عشق منه، خیلی دوست دارم امام رضا. چند بار رفتی مشهد؟ والا من مشهد یه دفعه بچه بودم، 6 سالم بود، پدرم گذاشت من روی شونش، بعد من رفتم دست دادم به زری. اون یه بار رفتم، یه بارم فکر می‌کنم 13 یا 12 سالم بود دیگه، بعد از اون نرفتم. ولی امام رضا رو خیلی دوست دارم. مثلا آدم اینجوری هستی نظر و نیاز کنی رو؟ نه اونجوری نظر و نیاز نه، ولی همینی که میدونم که انقدر این ریشه داره در فرهنگ ایرانی و واقعا مثلا امام رضا رو انقدر مردم دوست دارن، خودش خیلی برام انرژی میگیری. آره انرژی بهم میده. همینی که مثلا در انگلستان ملکه الیزابت لقب سر میده به کسایی که میرن کارهای بزرگ میکنن، مثلا آقای کسای خیلی بودن، بابی چارلتون مثلا رفت جام جهانی و فرگوسن رفت مثلا قهرمان جام باشگاه شد. در ایران مثلا به علی آقا دایی مثلا اینا میشن چی میگن، میرن حرم رو تمیز میکنن، اسمش چیه؟ خادم امام رضا. این خب خیلی قشنگه. اینو برای هر خارجی تعریف کنی خب این یه چیز جالبیه.
تو دوست داری این اتفاق برات بیفته؟ آره خیلی دوستم، باعث افتخار دیگه. خیلی هم هستن، مثلا علی دایی، مهدی رحمتی. بله آدمای بزرگ دیگه. سامان گوران فکر میکنم. بله. خیلی از آدمای بزرگ. من خیلی دوست دارم. خیلی مدال آورامون آقای حیدری. بله میدونم. فرمان کشتی اینا همه. بله بله میدونم. یعنی اگه مثلا فردا همچین درخواستی رو بدی و قبول بابا کنم. نوکر امام رضا هستیم ما استاد. دمشون گرم. دکتر ظریف. به به. حاج ظریفم یکی از کسایی هستن که منو خوشحال میکنن. یعنی شما کار آقای ظریف وقتی بیرون مرزها باشی، یعنی در اروپا آمریکا باشی، بیشتر به چشت میاد، چون به زبون انگلیسی خیلی توهر دارن، قشنگ صحبت میکنن و هرچند که اونجا نمیذارن زیاد حرفاشون باستاب داشته باشه، چون اونجا هم همونجوری که میگن آزادی زیاد آزادی هم نیست، ولی وقتی همون حرفاشونو که میزنن قشنگ همه چیزو توضیح میدن به زبان انگلیسی و این خیلی خوبه. اینکه ما یه وزیر امور خارجی داریم که انقدر تسلط داره بر کارش و مهارت داره و الکی شلوغ نمیکنه هوای همه، چون خیلی اونور دوست دارن آتو بگیرن از ایران، دوستشون دارم. ایرج کدوم؟ ایرج قادری یا ایرج؟ ایرج.